بشم هشم تراسی و لانو موشه مراشا قیلت یعکوب برای هشم پراشای ویرا رو در پیش داریم و در این پراشا خواهیم خوند که چطور خداوند میاد در ابتدا نوید و بشارت بچه دار شدن یسحاق رو بهش میده یا ابراهام رو بهش میده که صاحب فرزندی خواهد شد و در پایان پاراشا در مورد عقدت یسحاق قربانی یسحاق صحبت میکنه به حضرت هشم که بتونیم به خوبی تمام این درس ها رو در زندگیمون به کار بگیریم که هر چیزی که خداوند به انسان میده برای استفاده در راه خداونده که مخصوصا زندگی که به ما داده تورام رو همراهش داده که به طریقه تورا به وسیله هلاخا و میسوت بتونیم اون انتظار و توقع و هدفی که خداوند از زندگی ما و آفرینش ما داره رو بتونیم به خوبی برملا بکنیم. همونطور که در پاسخ میگه نعسه آدم به سلمینو که بیایید بسازیم انسان رو مانند خودمون به سلمینو که متینو و در واقع یکی از مفارشین تفسیرهایی که چرا جمع میبنده میگه بیایید از کی داره دعوت به همکاری میکنه؟ از من و شما که هر کسی میتونه با پلن و نقشه خداوند شریک بشه در آفرینش خودش که خودش رو و اون هدف آفرینش رو به هدف قایی اون هدفی که خداوند در نظر داشت برسونه. پس با انجام میسوت ما در واقع داریم هم به خودمون و هم به خداوند کمک میکنیم که هدف آفرینش بیشتر و بهتر به ثمر برسه. و یکی از اون هلاخوتی که ما الان چند هفته از شروع کردیم هلاخوت کشروته، غذای کاشر، کوشر کیچن، آشپزخونه کاشر. ببینیم هلاخوت کشروت که دقیقا فرق ما رو بین دیگر اقوام تعیین میکنه که غذای ما غذای همگان نیست و فقط یک سری حیوانات محدودی رو میتونیم بخوریم که حیوانات حلال گوشت و همچنین بسار و خالا آشیماسین رو نمیتونیم با هم دیگه قاطی بکنیم. ببینیم به عزت هشم بر طبق شولخان آروخ یرکوت یوسف هیلخوت بسار و خالاب چطور میتونیم با این میسوای کشروت کشروت و پاکی نشامامون رو به خوبی به دست بیاریم که بتونیم اون ارتباط صحیحی که لازمه رو با خداوند که سورس و ریشه مرکز هر نوع پاکی و طهارتی رو داشته باشیم. www.torahealth.com با 50 دلار در این زخوت جهانه میتونیم هر صبح تا هر کلاسی در هر موقعیتی شریک بشیم با سپورت و حمایت از کلاس‌های تلفنی، تلویزیونی و رادیویی که داریم که به خوبی میتونیم خودمون، اطرافیانمون، دنیا از تورا بهره‌مند بشن و آفرینش دنیا رو در واقع با پخش تورا در دنیا میتونیم کمک بکنیم و بالا ببریم و شریک دنیا و علام حبای دیگران هم میشیم موقعی که تورا رو به اونها معرفی میکنیم و آشنا میکنیم. اگر کسی هست برای امروز داوطلب، اگر نه خدا رو شکر تو صف وایسادن
که این زهود رو به خوبی بهرمند بشن. فکر کنم اگر مادر خانم امرو خطه زهود امروز به نوبت شانس ایشون امروز حتما تیزکل میسود به خوبی به آقاد به خیری و به سرود تو بود برای شاد خوب برزتون داشته باشه. آمین آقاد به خیری موفقیت بزد چند تیزکل میسود و همیشه هم بتونیم وظیفمون رو به خوبی انجام بدیم و مظهر قدوششم باشیم. ادامه دادیم بحث باسر به خالاب رو که هم خود غذای گوشتی و ماسی با هم دیگه نمیتونیم قاطی بکنیم و هم ظرفی که قبلا درش گوشتی بوده و الان میخوایم ماسی بذاریم یا ظرفی که قبلا ماسی بوده الان میخوایم چیکار بکنیم گوشتی بذاریم، پس باید این رو در نظر داشت که هم خود آشی ماسی با هم دیگه نمیتونه قاطی بشه و هم ظرفی که قبلا مصرف داشته نمیتونه با هم دیگه قاطی بشه یا وسیله اینها قرار بگیره. بریم جلو. گفتیم که در پاسخ میگه لوت و شل گدی به حلب ما، که میگه شیر رو یا بهتر بگیم بزغاله رو در شیر مادرش نپز، لوت و شل گدی به حلب ما، و این حالت پختن چرا سه بار تکرار شده؟ که هم نخوردنش بر ما دستور داده شده، آشی ماسی نخور، و هم نپختنش حتی با اینکه خودمون نمیخوایم بخوریم، و هم پختنش حناء هر نوع استفاده‌ای بخوایم ازش ببریم، حتی به عنوان پماد بخوایم استفاده بکنیم که بخوایم روی پوست بدنمون بمالیم و یا به سگمون بدیم بخوره یا به درخت باغچه‌مون بدیم به عنوان کود، میگه از آشیماسین حناء نمیتونه هیچ بهره یا استفاده ای ببره، حتی دیگه چه برسه بخواد بفروشیم و سودش استفاده بکنیم. در مورد مخلوط گفتیم که همینطور هم کسی که میخیسونه از نظر تیکه گوشتی و در یک کاسه شیر میخیسونه، گفتیم اگه 24 ساعت بگذره این مثل پختنه، رو هم دیگه تأثیر میگذارن. همینطور هم نمک کردن، اگر بگیم پنیری رو با گوشت نمک بکنن یا اون پنیر نمکین باشه موقعی که با گوشت در تماسه، میگیم نمک هم حالت کاتالیزور داره، حالت انتقال داره و حرارت و یا یه نوع مخلوطی تماسی پدید میاره که اینها با هم دیگه مرتبط میشه و اونم گفتیم مجاز نیست. سیف واب این نشبخ خلاب و مکرر و کمود مسویمت یاردال توخ همه گیروت و هیراکوت شایو به مگیرا شایو شام اسنیم و عربا شاوت یش لاهم دین شل کابوش که موشار واسول خول یراکوت اله این بسار. اگر شیری بگیم در یخچال سوراخ میشه و هی چکه 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 میریزه توی
شلف یا توی اون کشویی که توی یخچاله، توی در یخچال یا توی خود یخچال، و اونجا مثلا سبزی بوده یا بگیم یه میوه دیگه ای بوده. چون اگر بگیم سر یکی دو ساعت ما متوجه میشیم صبح مثلا شیر رو گذاشتیم توی یخچال و یه باره یکی دو ساعت بعد میبینیم اه در یخچال این کاسه چرا پر شیر شده، میفهمیم که شیره چکه کرده، سوراخ بوده. هر چیزی که تو اون کشو بوده یا تو اون کاسه بوده، مثلا میوه، خیار، هر چیزی اگر قابل شستنه میشوریمش، میذاریم کنار و میتونیم بعدن هم اگه بخوایم با گوشت یا با سالاد توی گوشت مصرف میکنیم. اما اگر 24 ساعت این میوه ها تو این شیره خیسونده شده بوده و روز بعد میایم میبینیم اه تمام در یخچال پر از شیر و این سبزی ها میوه هم این تو خیس خورده، چون 24 ساعت گذشته بوده، ما میگیم کاووش که موشال دامه، حتی با اینکه هیچ حرارتی اینجا نبوده، سرد بوده همه چی، اون میوه یا اون چیزی که دیگه در اون شیر خیس خورده رو برای 24 ساعت نمیتونیم با گوشت مصرف بکنیم، چون میگیم کاووش که موشال دامه. در مورد چی صحبت میکنیم؟ میوه. اما اگر مثلا یه تیکه کیک یا یه تیکه نون، چیزی که به خودش دیگه کاملا جذب میکنه مایعات یا شیر رو، دیگه صد البته که دیگه ما لازم نداریم که 24 ساعت بگذره که بگیم این کیکه تو این شیره خیس خورده یا این نونه تو این شیر دیگه خیس خورده. میگیم دیگه این شیر وارد قشنگ اون نون یا اون کیک شده یا اون غذایی که میتونه جذب بکنه، و دیگه اون نون و یا اون کیک رو یا اون غذایی که شیر رو جذب کرده رو ما نمیتونیم با گوشت یا غذای گوشتی مصرف بکنیم. پس بله، بعض موقع پیش میاد که تو یخچال شیر چکه میکنه یا هر چیزی، بستگی داره که اون چیزی که تو اونش خیس خورده چی بوده. اگر میوه بوده که اگر 24 ساعت نبوده، خیس نخورده، فقط میشورنش میذارن کنار. اما اگر میوه نبوده، یه غذای دیگه بوده مثل کیک، مثل نون، یه چیزی که جذب بکنه، اون موقع دیگه یکی دو ساعت هم حتی زیادشه. ما میگیم دیگه اون شیر در اون غذا جذب شده و دیگه با غذای گوشتی اون نون یا اون کیک قابل خوردن نیستن. می شاخل که زید بسار و حلاف که احد لآخر شنید بشلو به یحد لکه و هینو اف ایم های حسی که زید بسار و حسی که زید حلاف او افیلو ربا که زید حلاف و شلوش رو ای که زید بسار و بشنه ایم یحدیش که زید لکه میشوم ایسور اخیلت بسار و حلاف. ما مینیموم تنبیهی که برای یا مجازاتی که برای کسی که بسار و حلاف آشیم ماسی میخوره قائل میشیم، مینیموم تنبیه چیه؟ در طبق تورا ملکوته که باید ملکوت بخوره، شلاق بخوره. اما در چه موقعی؟ به اندازه 30 گرم کزید با سار و خلاب آشیم ماسی رو با هم دیگه قاطی خورده باشه. یعنی یه تیکه پنیر بگیم مثلا
این پنیر مثلا 20 گرم بوده، 10 گرم هم بگیم مثلا آب گوشت قاطیش میشه، این شد 30 گرم. ما میگیم 30 گرم کزید، کسی که آشین ماسین بخوره با سال خالا ملقوت میخوره. ولی اگر 30 گرم نبوده، 20 گرم بوده، 10 گرم بوده، یه تیکه بوده، در اون حالت ما میگیم حتی ملقوت هم نمیخوره. و لازمه که انسان بدونه که هر چیزی که ما در حلاخا مخصوصا نظر خوراکی بحث میکنیم، یا هر کلن ایسور در مورد غذای آسور یا ممنوعه صحبت میکنیم، احتیاج به شعور، احتیاج به اندازه و مقدار مینیمومی داره که اگر شخص اون رو بخوره ازش از گناه گذشته و یا تنبیه یا مینیموم تنبیه رو برش قرار میگیره. اما اگر نبوده مینیموم تنبیه هم حتی ملقوت هم برش قرار نمیگیره. و دو این که گفتیم حتی امکان داره اصلا اینها باطل بشیشیم، در همدیگه اصلا حل بشن، در همدیگه باطل بشن، که دفعه پیش جلسات قبل توضیح دادیم که اگر یه قطره شیری افتاد توی دیگ آب گوشت، چون 60 برابر اون بوده مطمئنن، اون چیه؟ اون آبگوش هنوز کاشره، چون میگیم درش حل شده. اما اگر اون یه قطره شیر افتاد تو بشقاب طرف، نه تو دیگه آبگوش، تو بشقابی که گرفته بود که بخوره، یه باره حواسش نبود یه نفر یا هر کسی هر جوری چند قطره شیر افتاد تو بشقابش، اونو دیگه بعد اندازه گرفت که آیا مقداری که تو اون بشقابه به اندازه 60 برابر اون چند قطره یا اون یه تیکه پنیر یا هر چیزی که افتاد اون تو هست یا نه. و راستشو بخوای بعضی موقع حتی اشتباه هم پیش میاد. یعنی چی؟ طرف فکر میکنه که این مارگارینه، نگو کره است، و کره شیره، حلاویه، مارگارین پاروه، روغنه. این فکر میکنه همه اینا قالباش یک شکله، فکر میکنه که داره کره میریزه توی مثلا بگیم آشش، فکر میکنه داره مارگارین میریزه که فقط یه ذره چربش کنه، نگو داره کره میریزه. بعد دید که آیا بعد از اینکه بهش میگه آه این تو کره ریختی، این که کره، این مارگارین نیست که، این کره است، باید دید که آیا این 60 برابر اون قطعات کره که ریخته توش هست یا نه. یا حتی اصلا مارگارین غیر کاشر بریزه، موضوع باسار و خالا و آشیماسین هم نیست، اشتباهی تو مغازه حواسش نبوده اینا رو بغل هم گذاشتن، به جایی که مارگارین کاشر بخره از اون یکی دیده شکلش یه جوره، خیال کرده یکیه، مارگارین غیر کاشر خریده، بعد از اینکه ریخته تو غذا بعد پاکتش رو نگاه کرد که این که اصلا هیچ نوع علامت کاشر نداره، که آیا اون غذا کاشر یا نه. باید دید که آیا این غذایی که درش این مارگارین غیر کاشر به طور مثال ریخته شده، آیا 60 برابر اون مقدار مارگارینی که درش ریخته شده هست یا نه. اگر هست غذا هنوز کاشره، اما اگر نیست اون موقع باز سوال پیش میاد که آیا واقعا اون مارگارینه کاشر نبوده. درسته علامت کاشر نداشته، ولی دلیل غیر کاشر بودنش هم چی میتونه باشه؟ اگر واقعا از روغن خوکه که اون دیگه صد البته، اما اگر نه باید پرسید، باید تحقیق کرد، باید زنگ زد، یه مقدار ریسرچ کرد، از ربای پرسید اون موقع. پس به سادگی نمیشه یه چیزی رو
آسور کرد، نمیشه چیزی رو به سادگی مطال کرد. بعض موقع سر دورایی شخص بعد بپرسه و چه بسا امکان داره که اون چیزی که فکر میکرد کاشره آسوره و اون چیزی که فکر میکرد آسوره کاشره. سعی باید حتما سوالی اگر داره بپرسه که بذرت هشم روز شکتار نگیره و بیدلیل آسور رو مطار نکنه و مطار رو آسور نکنه. حرف توضیح میدن. یش عمرین شعین ایسور بیشور بسار به خلاف الان میشوم حشر شما یخل اومی میل کشته موشل بسار به حلاب به اوفن شعین حشر شیا بوله خول اخگان شبودک ام یش به موتسار شلفناف تعروفت شل بسار و خلاب کده لیمانم میل اخلو این لأسور لأسور بزه میشون بشور بسار خلاب و یش حلکیم عمرین ده مأحر شهو گزرات کتوب لخور لأسور لبشل بسار خلاب ممیل اگم شئین حشر شما یو لخور اصول لبشل بسار خلاب و یش صرف سورا رشونا که سنیو لحکر کش یش اوت سورا لحکر و لاخل نگره لینیان معبدا یش لحکر کش یووار لعلام احر شش اد صروفیم. حراب توضیح میدن که ما گفتیم صریحا تو تورا میگه چی؟ لوت وشل گدی به حلوی ما که نپز پختن داره میگه نپز گوشت رو با شیر. عقیده ای هست که میگه چرا تورا این رو گفته؟ مبادا ما که میپزه بخواد بخوره، اما اگر هیچ جنبه احتمال خوردن نداره، فقط به عنوان مثلا تحقیقات پژوهش های آزمایشگاه میخواد ببینه که چه چیزی از پختن یا از جوشوندن مثلا این تیکه گوش با این پنیر پدید میاد یا هر چیزی، طبق این عقیده چون جنبه خوردن نداره فقط جنبه تحقیقاتی و پژوهش داره آزمایشگاهی داره مطاره. اما عقیده دوم میگه نه، گزرت کتوب چیزیه که تورا به ما حکم کرده که گفته چی؟ گفته آقا آشین ماسین نخور و نپز. حالا بر هر دلیلی که چرا داره میپزه، آیا به خاطر جنبه تحقیقاتی داره اینا رو با هم میجوشونه توی دیگ ببینه که مثلا چه چیزی امکان داره که ترشح بشه یا هر چیزی، یا اینکه به هر دلیلی تورا گفته گوشت و شیر یا آشین ماسین رو با هم دیگه با حرارت مخلوط نکن که بپزی. در اینجا حراب میگه به تنهایی فقط با همین عقیده که آقا من که نمیخوام بخورم، که فقط میخوام آزمایش بکنم، نمیتونه شخص بخواد این فرمان تورا رو نادیده بگیره. اما اگر دلیلهای دیگهی، منطقهای دیگهی، فلسفهای دیگهی که حراب گفت بعدن توضیح میدیم هست که اصلا ابدا جنبه پختن رو اینجا از نظر خوردن جدا میکنه، میگه اون موقع در اون موقعیت ها میشه هنوز پختن آشیماسی رو مجاز کرد به دلیلایی که بعدا توضیح میده که صد البته دلیل خوردنی نداره، دلیل آزمایشگاهی و تحقیقاتی داره، ولی با دیگر تبصره ها و جزئیات دیگه ای که بعدا حراب توضیح میده. و این دلیل باید این موضوع رو در نظر گرفت که اگر طرف مثلا بگیم از آشین ماسین مخلوط گوشت و شیر میخواد یک
لوازم آرایش مثلا بگیم پدید بیاره که جنبه خوردنی نداره، جنبه آرایش داره، صورت، پوست، تراوت پوست و الی آخر، آیا مجازه؟ و ما گفتیم حنا، ما نمیتونیم هیچ نوع سودی منفعتی از بصر و خلا، از مخلوط آشیماسین داشته باشیم. بلندر بعدا حالا گفت در ادامه این موضوع ها رو توضیح خواهد داد. قبل از اینکه بریم جلوتر، کسی تا الان در این مباحث یکی نیم ساعتی که داشتیم کسی سوالی داره؟ سوال داشتم. مورده قبلی ظرفاشون چی میشه؟ یه بار دیگه بزن من. مورده های قبلی که شما توضیح دادید که اگه یک دستومه مثلا ماسی به نفوشونی ظرفاشون چی میشه؟ ظرفاشون قبل استفاده دوباره؟ این که آیا مثلا میگیم یه دیگی ما داریم، بگیم مثلا که این، بگیم 60 لیتر، فقط برای اینکه بفهمیم، 60 بگیم 60 گرم توش آب گوشته و یه باره 2 گرم شیر میفته این تو، چون 60 برابر خودش نیست، پس این 60 گرم آب گوشت چیه؟ آسوره، چون 60 برابرش نیست. اگر 1 به 60 بود باطل میشد، حالا که 2 به 60 باطل نمیشه، پس تامه آبگوش نمیشه خورده بشه، آسوره. اگر آبگوشته سرد بوده و این 2 قطره شیر سرد افتادن توش، ما میگیم چی؟ خود غذای فقط آسوره. شما اون ظرفه رو، حالا میتونه ملامین باشه، میتونه چوبی باشه، میتونه چاینا باشه، میتونه آهنی، آلومینیومی، پلاستیک، هرچی باشه، چون اینجا حرارت وجود نداشته میتونه چیکار بکنه، یا شیشه باشه چون حرارت اینجا وجود نداشته، غذا رو اون 60 گرم آب گوشت رو میریزه دور و فقط اون ظرفه رو با کف و صابون میشوره و دیگه میتونه چیکار بکنه، به سلامتی مصرف بکنه. اما اگر اینجا حرارت بوده، بگیم این آب گوشته داغ بوده، تازه از دیگ برداشتن، اگر این آب گوشته داغ بوده و بگیم 60 گرم آب گوشت بوده، 2 گرم شیر میفته توش، پس این باطل نمیشه، پس تام اون 60 گرم آسور میشه. بستگی داره که جنس این ظرف چیه. اگر این ظرف شیشه است، میتونه چیکار بکنه؟ با آب و صابون بعدش بشوره و استفاده بکنه. اما اگر آهنه که منظور دیگه، چون کسی کاسه آهنی استفاده نمیکنه یا بشقاب آهنی توش غذا گرم بخوره، دستش میسوزه، دیگه اون موقع باید اون دیگ رو حگالا بکنه. این دلیل مهمه. اگر چایناست مثل بشقاب، اگر بشقابه بگیم از میتونه چینی باشه، میتونه از پلاستیک باشه، پلاستیکای کلوفت، یا میتونه ملامین باشه، بر طبق ما سفارادی ها کلیشنی، یعنی این دیگه ظرف دومه، ظرف اول نیست. ظرف اول اونه که رو گازه ما ریختیم رو بشقاب، بشقاب میشه کلیشنی، چون ظرف دومه کلیشنی اینومه بشه نمیپزه، و چون نمیپزه دما حرارتش به اون صورت نیست که ظرف رو آسور بکنه. طبق همین اصل اونم باز چیکار میکنه؟ میتونه ظرف رو با کف و صابون بشوره و احتیاج به حگالا نداره و میتونه بعدش از این ظرف، از این بشقاب
که اشتباهی درش آشیم ماسین گرم بوده میتونه حتی بعدن هم استفاده بکنه. اما اگه دیگ باشه که آهن باشه که معمولا رو گاز و کلیجوریشونه در همچون حالتی چیه، باز ما میگیم احتیاج به هگالاز. البته باز یه مثال دیگه از سرد آشین ماشین سرد، امروزه تو سالاد ها انواع اقسام همه چی میریزن، از نون خوش گرفته تا تیکای گوشت، کرنبری، امروزه تو سالاد همه چی میریزن، میوه و گیاه ها رو با هم دیگه قاطی میکنن، سبزیجاتو خورده تیکای سیب الی آخر، حتی چقندر رنده میکنن نپخته. دیگه امروزه همه چی مده، انواع اقسام سالاد های مختلف، اصلا اسمش رو خودشه سالاد، همه چی رو قاطی میکنن به عنوان سالاد های مختلف. تیکای گوشت میریزن توش، مثلا سالاد گوشته. و اشتباهی پودر پنیر میریزه روش، فکر میکنی نه پودر مثلا نارگیله، نگو اینا پودر چیه، پنیره. قاطی میکنه، اولا که مطمئنن از 60 برابر کمتر اون سالاد از این پودر پنیری که قاطی میشه، و همچنین چون سرده فقط اون غذا، فقط اون سالاده دورخته میشه، ظرف پلاستیک، آهن، ملامین، هرچی باشه فقط با کف و صابون شسته میشه و هنوز قابل استفاده است. لیوانای سفالی میتونیم با چای بخوریم، چای باش با چای شیر بخوریم یا قهوه و شیر. امروزه امروزه لیوانهایی که درست سفالیه، ولی چون یه لعاب لایه خیلی مانند شیشه، مانند لعاب خیلی ظریف روشه که اصلا هیچ روزنه ای، هیچ سوراخی نداره، ما میگیم این مثل شیشه میمونه و میتونه هم مصرف سرد و هم مصرف گرم باش داشته باشه، هم میتونه توش چای بخوره و هم میتونه اگه بخواد کافی بخوره با شیر بخوره. و اگر مثلا شستشو و دومن اینکه این کلیشنیه، ظرف دومه، حرارت جوری که حتی ما میتونیم تو دهن بگذاریم و بعدش هم موقع که با کف و صابون میشوره میتونه توش آب یا چای بخوره، با اینکه الان چی خورده؟ گوشت خورده، چون این ظرف دیگه هیچ باقی مونده یا چربی چیزی بهش نیست، یا باقی مونده کافی یا هر چیزی، کاملا ما میگیم این تمیزه. بریم ادامه بدیم هلاخای بعدی رو. که گفتیم که هر نوع مخلوطی از بسار و حلاو، چه پختنی، چه قاطی کردنی، چه سرد، چه گرم، آسوره. یش می شعمر شدرخ بیشول شاسرهت را به بسار و خلاب، هورک کشنوتن ها بسار و ها خلاب به کدرا علها اش. شو درخ بیشول اول ایم نتن ها بسار و ها خلاب به کلی ریشون شینو علها اش اینو لکه علا بیشول شئین ز درخ بیشول هرگیل و میمیل تعروف ز مطال مخرال گوی شئین ایسور بازه ایلا میدره بانان ولا آسرو ایلا بخیلا بهش حلکین و امریم شه گم این موشل بکلیلشون شهیت سولدت با شئینو علا ایش هوه بخلال ها ایسور شلو توشل گدی بحلو ما و خن ایکار لدینا. حراف توضیح میدن که باز یه عقیده ای هست که میگه این که تورا گفته آشیم ماسین رو با هم دیگه نپز،
پختنش هم حتی آسور کرده، حتی با اینکه نمیخواد بخوره ولی میخواد مثلا چیز برگر درست بکنه، پنیر رو، همبرگر رو، گوشت رو با هم دیگه گرم کنه، با هم دیگه بپزه بفروشه، نمیخواد حتی خودش بخوره، که تورا میگه حتی چیز برگر هم نمیتونی درست بکنی آسوره، چون پختن بسار و خلاق آسوره، حتی با اینکه نمیخوای بخوری. این عقیده هست که میگه رک که شنوتن هباسان و حلاب به کدرا الهائش، اگر درخ بیشول، اگر طریقه پختن میخواد اینا رو ما هم دیگه بپزه، که معمولا طریقه پختن چیه؟ یه دیگی که رو آتیشه و میان چه کار میکنن؟ از این دیگی که رو آتیشه گوشت و شیر رو با هم دیگه چیکار میکنن؟ قاطی میکنن. این میشه چی؟ پختن. اما اگر مثلا یه تابه داغی روی گازه، ما این تابه رو ور میداریم از روی گاز، دیگه الان روی گاز نیست، ولی این تابه چیه؟ داغه. اگه اومدیم و گوشت و یا پنیر و گوشت و با هم دیگه اون تو پخت، چون آتیش اینجا نبوده، فقط ظرف گرم بوده، یا این ظرف رو گذاشته تو تابستون تابان گرمای تیرما و این ظرف زیر آفتاب داغ شده، حالا که داغ شده آتیشی نبوده که، ولی ظرف داغه یا این تابه داغه، توش چیزبرگر قاطی میکنه، درست میکنه آشین ماسین. یه عقیده هست که میگه چی؟ چون درخ بیشول، طریقه پختن اینجا نبوده، آتیشی در کار نبوده، حرارت بوده ولی آتیش نبوده، پس این چیه؟ درسته که هنوز آسور به خوردنه، ولی آسور به حنا نیست، هنوز من میتونم بفروشم، بگوییم ازش سود ببرم. اما عقیده دوم میگه چی؟ میگه نه، هنوزم چون این حرارت یت سلد بود، چون این گرما داغ جوری که دست سوزه، ما میگیم هنوز این غیر قابل حناء، غیر قابل استفاده است. پس آشین ماسین جوری که حخامیم میان به ما توضیح میدن، تا اونجایی که میتونه انسان سعی نکنه که دنبال میانبر بگرده. اتفاقا هر چقدر آدم بیشتر سوال بکنه، اطلاعات بیشتری کسب بکنه، میگه اون اطلاعات و اینفورمیشنی که داره بهش کمک میکنه که چطور دین و آیین و تورا رو بیشتر بهتر انجام بده. چون اگر قرار باشه کسی که هی پیش خودش بگه نه آقا این آسوره، این ممنوعه، این غیر قابل خوردنه، اینو باید بندازیم دور، اینو دیگه استفاده نکنیم، هی از روی بی معلوماتی، بدون آگاهی، بدون دانش تورا، هی بخواد همه چیزو بر خودش و دیگران آسور بکنه، میگه این داره در واقع برای خودش دین و آیین باقی نمیگذاره که بخواد اجرا بکنه. اما کسی که میره حلا خود و جزئیات و اطلاعات کافی در مورد کشروت، در مورد شبا، در مورد تفیلین، سیسی، تفیلا، هر موردی رو کسب میکنه که چطور به درستی انجام بده، این داره اتفاقا با بهترین نحو از تمام اطلاعات و دانش تورا برای انجام تورا چکار میکنه؟ استفاده میکنه. و همین دلیل ما یک کانسپتی داریم در گمارا، بهش میگن کوه دهترا آدیف. ما بت شمای داشتیم با بت هیلل، بت شمای خیلی مخمیرتر و سختتر میگرفت تا بت هیلل، بت هیلل به نظر آسونتر میگرفت. به همین دلیل میگه کوه دهترا آدیف، یعنی اون کسی که میاد میگه آقا همه چی آسوره،
دلیل نیست که معلوماتش به اندازه کافی باشه. از روی شک میگه آقا آسوره، اما کسی که میاد میگه یک چیزی موتاره مجازه، این معلومه انقدر اطلاعات کافی داره که بخواد برای این حرف خودش احساس مسئولیت بکنه و مسئولیت این موضوع رو به عهده بگیره. انقدر دانش داره که میاد یه چیزی که امکان داره که آسور باشه رو چکار بکنه؟ موتار بکنه. کو وقت دهته را آدید بمدن هارا قباد یوسف هم زیخون علی براخا تام قدرتش به چی بود؟ کو وقت دهته را آدید. همینجور نمیگم همین چی موتار یاسر، انقدر معلومات و دانش داشت، وسعت فکر و معلومات داشت، مطالعه بسیار، که جزئیات رو دقیقاً میتونست حس بکنه و شرایط هر حلاخایی رو به درستی بخواد در نظر بگیره. و هم در چقدر مهمه که ما هر روزمون رو سعی کنیم یکی دو تا حلاخا یاد بگیریم، همونطور که در تاناد بلیاهو میگه کل هشونه حلاخات به خلیوم مفتح لو شوبن حالام حبا، هر کسی که دو تا حلاخا در روز یاد میگیره مفتح لو، مطمئنن اون اهل علام حباست. چرا؟ چون با دانستن حلاخا هم علام حزش رو سعی کرده به درستی رفتار بکنه، نگه داره، همه چیزو بر خودش آسور نکنه و یا فکر کنه همه چیزم بر خودش موتاره، هر جوری که رفتار کرد ایز اوکی، و هم علام حباش رو داره به دست میاره. چرا؟ چون با انجام میسوت و تورا داره رضایت خداوند رو به جا میاره و مطمئنن علام حباش رو به خوبی داره بنا میکنه. هشم کمک کنه که بتونیم تمام اینها رو به خوبی انجام بدیم و بذرت هشم هم برای خودمون و اطرافیانمون یک دنیای خوب، پاک، مقدس بذرت هشم برمالا بکنیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین. عزام و رو